خط خبرها. پایان درگیری ها در قره‌باغ با اعزام صلحبانان روس در جمهوری آذربایجان جشن به پا شد. در ارمنستان معترضان خواستار برکناری دولت شدند. مجوز دادستان کل آمریکا برای بررسی ادعای ترامپ درباره تقلب در انتخابات. یک مقام عالی قضایی در اعتراض به این مجوز استعفا داد. تخریب ساختمان سینما پارک کابل با وجود مخالفت‌های گسترده. مقام‌های محلی می‌گویند مرکز فرهنگی جدیدی به جایش می‌سازند. از اون زمان، همون زمان من شدم مربی. یعنی سال 50. 49 یا 50. و همینجور کار کردم. و محمود یاوری مربی پیشکسوت فوتبال ایران درگذشت. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. جمهوری های آذربایجان و ارمنستان از ساعت 1 بامداد امروز در قره‌باغ ترک مخاصمه کردند. اوضاع مناطق جنگی تا کنون آرام گزارش شده و ارتش روسیه برای پاسداری از صلح به این منطقه نیرو فرستاده. پیش از این نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده بود که تصمیمی دردناک گرفته و به جنگ پایان می‌دهد. تصمیم او اما معترضان خشمگین رو روانه مجلس و کاخ نخست وزیری ارمنستان کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهداد فرهمند. روس ها بالاخره آمدند، اما چه بسا برای ارمنی ها نوشداروی پس از مرگ سهرابند. نیروی 2000 نفره ارتش روسیه سحرگاه امروز از زمین و هوا راهی قره‌باغ شد تا پاسدار صلح شود. در واقع جلوه پیشروی بیشتر آذری ها را بگیرند. کاری که ارمنی ها انتظار داشتند روسیه همان یک ماه پیش میکرد، نه پس از آنکه نیکول پاشینیان نصف شبی در فیسبوک بنویسد که جام زهر را نوشیده. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Перейдём к подписанию. پاشینیان همچون اعلامیه تسلیم که در فضای مجازی صادر کرد، اعلامیه صلح را هم به صورت مجازی با ولادیمیر پوتین و الهام علیف امضا کرد. خشم نخستین واکنش در ارمنستان به تصمیم آقای پاشینیان بود. معترضان نیمه شبان به کاخ نخست وزیری و مجلس ریختند. آرارات میرزایان رئیس مجلس را کتک زدند و به این روز انداختند. نیکول پاشینیان بار دیگر به فضای مجازی آمد و گفت چاره‌ای جز تسلیم نداشته و پشت پرده تصمیم او خبرهایی است که اگر بگوید کشور به خطر می‌افتد. بسیار از ارمنی‌ها گناه جنگ و شکست را به گردن نیکول پاشینیان می‌اندازند. می‌گویند اگر او با سیاست‌هایش روسیه را نرنجانده، پوتین را نیازرده بود، روسیه همون اول به کمکشان می آمد. نمی گذاشت قره‌باغ از دست برود. اکنون نیکول پاشینیان تعهد داده آنچه از سرزمین های اشغالی مانده به جمهوری آذربایجان برگرداند. بخشی از قره‌باغ از جمله شهر مهم شوشی را هم ارمنی ها از دست دادند. قرار است آذری‌های قره‌باغ پس از 30 سال به خانه‌هایشان بازگردند. هرچند ولادیمیر پوتین گفته ارتش روسیه در قره‌باغ می‌ماند تا تکلیف این سرزمین به گونه‌ای تعیین شود که هم برای آذری‌ها و هم ارمنی‌ها منصفانه باشد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. از تورج عطابکی تحلیلگر مسائل آسیای میانه پرسیدم این ترک مخاصمه چقدر میتواند پایدار باشد؟ پایداری این صلح به داوری من بسته به حضور نیروهای روسیه داره که از نخستین ساعت بامداد امروز بعد از امضای این توافقنامه راهی این منطقه شدند و به جد نشون دادند که خیال ندارند در حقیقت اجازه بدن که
ارامنه یا آذربایجانی ها به روی هم آتش بکشن. بنابراین حضور اینها در حقیقت تضمینی برای پایداری این آتش بس. بنابراین میشه گفت که حالا که اونها حاضر شدن میشه امیدوار بود به این که این درگیری هم تمام شده، اما یک طرف ماجرا ارمنی ها به شدت ناراحت هستن. خب طبیعیه، این داستانی بودش که تقریبا 30 سال عمر داره و پیشنهادهای بسیار متعددی شده بود از تمام گروه های درگیر این منازعه، گروه مینز که به هر صورت دو طرف پای میز مذاکره بنشینن، ارامنه اون سرزمین های محیط بر قره‌باغ رو ترک کنن و سر سرنوشت قره‌باغ بنشینن ببینن که چه باید بکنن، که متاسفانه این کار نشد و باید تلفات انسانی زیادی رو در حقیقت متحمل می شدن دو طرف که سرآخر به نقطه ای برسن که می شد به راحتی 25 سال پیش رسید. ولی در حال حاضر آنچه که به جد مهمه این که آذربایجان خودش رو پیروز این داستان می دونه، این منازعه می دونه، نخست به این خاطر که پای میز مذاکره ارمنستان رو داره، نه آنچه که قرار بود جمهوری خودخوانده مستقل قره‌باغ بنشینه که ارمنستان خودش رو کنار همیشه میکشید. این بار در حقیقت ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه رو در رو نشستن. از سوی دیگه باید به ابهاماتی اشاره کرد در این قرارداد صلح که به ویژه نقش ترکیه رو در حقیقت روشن نمیکنه و این هم میتونه در روزهای آینده هم مورد مناقشه باشه هم مورد گفتگوی طرفی. رجع عطابکی بود، تحلیلگر مسائل آسیای میانه. در آمریکا رئیس جمهوری این کشور هنوز معتقده که در انتخابات هفته پیش شکست نخورده. دونالد ترامپ دوشنبه در نخستین روز از هفته کاری در توییتر سعی کرد بگه نتیجه انتخابات به نفع او عوض میشه. این در حالی که تمام برآوردها از نتیجه انتخابات نشون میده که رقیب او جو بایدن در این رقابت پیروز شده. سام فرزانه خبرنگار ما در واشنگتن گزارش داره از آخرین تحولات در این کشور. تکرار ادعاهای مربوط به تقلب گسترده در انتخابات آمریکا توسط اطرافیان دونالد ترامپ. هزاران گزارش آمده که ناظران انتخاباتی تحت فشار قرار گرفته بودند و نمی توانستند کارشان را انجام دهند. از ساعت 4 بعد از ظهر ما فقط 131 شهادت محضری در میشیگان را کامل کردیم. فقط در میشیگان 2800 مورد تخلف به ما گزارش شده. دو شکایت جدید در دیترویت ثبت شده و یک نفر هم از درون سیستم تخلف گزارش کرده. ما اطلاعات این فرد را به شعبه دادستانی شرق میشیگان دادیم. اما در جایی از صحبت‌هایشان وقتی که این دو نفر مشغول تکرار اتهام‌های مربوط به تقلب گسترده شدند، حتی شبکه راستگرای فاکس هم پخش صحبت‌های آنها را قطع کرد. همزمان دونالد ترامپ در توییتر سعی کرد با تکرار ادعاهای تقلب خود را پیروز انتخابات آمریکا نشان دهد. وزیر دادگستری آمریکا هم حالا به کمک رئیس جمهوری آمده و به دادستانهای فدرال اجازه داده تا پیش از تایید رسمی انتخابات در هر ایالت به ادعاهای شکایت رسیدگی کنند. بیشتر جمهوری خواهانی که در قدرت هستند از تبریک به آقای بایدن خودداری کردند. رئیس جمهوری قانوناً حق دارد که به همه اتهام‌ها توجه کرده و تقاضای بازشماری بدهد. آقای ترامپ که بعد از انتخابات کمتر در انظار ظاهر شده، همچنین در روز دوشنبه وزیر دفاع را با یک توییت اخراج کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌کنند که آقای ترامپ فارغ از دوره کوتاه ماندگاریش در کاخ سفید، قصد دارد تغییرات دیگری هم در کابینه‌اش ایجاد کند. اما رئیس جمهوری منتخب فعلاً می‌خواهد توجه خود را معطوف به مسئله اصلی آمریکا، یعنی شیوع ویروس کرونا کند. گروهی جمع شدند که درباره این موضوع برنامه‌های علمی ارائه کنند که برای همه آمریکایی‌ها دلسوزانه و همدلان است. آقای بایدن که بیش از هر چیز منتقد شیوه مدیریت شیوع ویروس کرونا در کشور است، برخلاف آقای ترامپ بر لزوم استفاده از ماسک تأکید کرد. ماسک یک بیانیه سیاسی نیست، راهی برای جمع کردن اوضاع در کشور است. سریع بگویم، هدف از استفاده ماسک این نیست که شما راحتیتان را از دست بدهید یا چیزی را از شما بگیریم.
هدف این است که یک چیزی به همه ما برگردد، آن هم زندگی معمولی است. فعلا به نظر نمی رسد که آقای بایدن به این زودی ها به عنوان پیروز رقابت شناخته شده و به کاخ سفید دعوت شود. رسمی دیرینه در سیاست آمریکا که آقای ترامپ هم 4 سال پیش از آن بهره برده بود. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. هادی نیلی همکارم از واشنگتن به ما پیوسته. هادی، برای خیلی ها سوال هست که حالا که دادستان کل آمریکا پاشو به ماجرا باز شده و صحبت کرده، چقدر واقعا ممکنه اون ادعاها جدی‌تر گرفته بشه؟ این ادعاها در دادگاه‌های محلی داره پیگیری میشه و معمول هم نبوده که دادستان کل یا نظام قضایی فدرال وارد بشه، به جز مواردی که به دیوان عالی کشیده شده و خیلی ها این رو غیر معمول تلقی کردن این بیانیه رو. ولی خب باید گفت که در همین بیانیه هم ویلیام بار، دادستان کل آمریکا و دست راست دونالد ترامپ، چهره خیلی نزدیک به دونالد ترامپ که بارها در حمایت از اون موضع‌گیری های جنجالی کرده، او هم در این نامه گفته که هنوز این نامه و این دستور به معنی این نیست که شواهدی دیده شده در مورد اینکه اتهامات باورپذیری در مورد نابسامانی ها در انتخابات وجود داره. او هم گفته که این نامه صرفا برای این هست که بعد از این اگر ادعاهای قابل باوری وجود داشت یا مواردی که میشد در نتیجه یک ایالت یا در نتیجه انتخابات فدرال انتخاب به طور کلی، نتیجه کلی انتخابات تاثیرگذار باشه، مجوز داده که این تحقیقات انجام بشه. با وجود اینکه این نامه هم تصریح کرده چنین تخلفاتی هنوز تایید نمیشه، ولی مسئول رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، یعنی کسی که در نهایت در دادستانی کل آمریکا به این امور میشد بپردازه، در اعتراض به این دستور استعفا داده و گفته با توجه به تبعات اون استعفا میده. خیلی ها تبعات این نامه رو این تلقی کردن که دونالد ترامپ بتونه از اون استفاده بکنه برای ادامه ادعای تقلبش که البته در این ساعت گذشته در توییت هایی که کرده چنین کرده. وزیر دفاع آمریکا هم برکنار شد، اون هم باعث نگرانی شده برای خیلی ها، به خصوص که حداقل در شبکه‌های اجتماعی مسئله مطرح شده که شاید نگرانی های در مورد اینکه تصمیماتی آقای ترامپ بگیره در مورد ایران مطرحه. فراتر از شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های عمده مثل نیویورک تایمز همچنین گمانه‌زنی شده که شاید برکناری او در این 71 روز مونده به پایان ریاست جمهوری آقای ترامپ، 71 روز تا پایان قدرت دونالد ترامپ به عنوان فرمانده کل قوای نظامی آمریکا، شاید آقای ترامپ برنامه‌ای برای یک عملیات چه مخفی چه آشکار علیه در واقع حریف‌های سیاسی آمریکا، کشورهایی که مقابله دارن با آمریکا، از جمله ایران اسم برده روزنامه نیویورک تایمز، انجام بده. یک دیگه از مقام‌های سابق پنتاگون که الان یکی از اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان هست هم گفته که صرفاً 3 دلیل میتونه داشته باشه برکناری وزیر دفاع در آستانه پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، که او گفته یک دلیل عمده از این 3 دلیل میتونه این باشه که او قصد داره که عملیاتی بکنه که وزیر دفاع برکنار شده با او مخالف بوده. در این حال خیلی ها هم یادآوری میکنن که وزیر دفاع وقتی که دونالد ترامپ به دستور دونالد ترامپ و به استقبال وزیر دادگستری دادستان کل از نیروهای نظامی فعال در واشنگتن استفاده شد، پایتخت، برای مهار ناآرامی ها و مقابله با اعتراض ها، آقای وزیر دفاع با اون مخالف بود، آقای مارک اسپر، و خیلی ها گمانه‌زنی میکنن که شاید دستور مشابهی در روزهای آینده رئیس جمهور میخواد صادر بکنه که وزیر دفاع با اون مخالف بوده. ممنونم از هادی نیلی همکارم از واشنگتن. نجم الدین عربزاده، یکی از نویسندگان معروف و توانای تاجیک که آثارش رو با نام بهمنیار مینوشت، شب گذشته بر اثر بیماری در 66 سالگی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان درگذشت. بهمنیار رو از بهترین نویسندگان معاصر تاجیکستان میدونن. یکی از آثار او به خط فارسی هم منتشر شده. شاهزاده سمرقندی، نویسنده و روزنامه‌نگار، که اثر آقای بهمنیار به همت او و مهدی جامی به خط فارسی برگردانده شد، از آمستردام هلند با ما هستند. خانم سمرقندی، اولا که تحیات میگم به شما و کمی از آقای بهمنیار برام بگید و نقشی که او در ادبیات تاجیکستان داشت. پیش از همه سلام میکنم و تسلیت میگم به همه ادب دوست تاجیکستان و ادب فارسی و کسانی که بهمنیار را دوست داشتن و کتابش
تک از بی‌نظیرترین نویسندگان ادبیات تاجیک بود که رمان سرمده نظیر نداره و با رمان سرمده او را همه تاجیکان میشناسند و شاید سرمده از اون کتابهایی باشه که همه تقریبا همه تاجیکان خوندن. مهمنیار درست است که با این شهرت و محبوبیتی که بین مردم داشته، اما از جانب دولت به آن صورتی که باید قدردانی نشده و عنوان نویسنده ملی رو دریافت نکرده بود. و حالا بحث ها هم بر سر همین است که چرا جسد او را در مزار لوچا، مزاری که تمام بزرگان معاصر تاجیک آنجا به خاک سپرده شدند، نمیشد به خاک سپرد. و بر اساس گفته می شود که نظام نامه دولتی، افرادی باید اونجا دفن شوند که عنوان ملی داشته باشند و چنین عنوانی را به بهمنیار اعطا نکرده بودند. و می شود گفت که نوشته های او از زمان دوران شوروی از دهه 80 بسیار انتقادی بودند. رمان سرمده یک رمان پر از انتقاد از سیستم و ساختار شوروی هست و این را دولت کنونی نیز به میراث گرفته و منتقد دولت میدونه و شاید یکی از دلایلش این باشه که این عنوان رو به بهمنیار ندادن، در حالی که ما بهتر، محبوبتر و با سبک و کارتر از بهمنیار نویسنده دیگری در تاجیکستان نداریم. شما آقای بهمنیار ظاهرا اثری رو هم در دست نگارش داشتن وقتی که فوت کردن. بله، از بهمنیار یک رمانی ما را از دست دادیم چون منتقدی درونیشون بسیار قوی بود و رمانی را به عنوان غوت یخ به سطل آشغال انداختن و رمان دیگری هم در حال تألیف بودن که متاسفانه به آخر نرسید. حالا باید دید که تا کجا این رمان را رسانده بودن، آیا قابل انتشار هست یا نه و بستگانشون چه تصمیمی خواهند گرفت. ممنونم از شما شهزاده سمرقندی، نویسنده و تحلیلگر مسائل آسیای میانه. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. همزمان با اجرای توافق صلح در قره‌باغ، با میانجیگری روسیه، معترضان خشمگین در پایتخت ارمنستان به ساختمان مجلس و کاخ نخست وزیری حمله کردند. دادستان کل آمریکا در اقدامی غیر معمول به دادستان‌های فدرال اجازه داده تا ادعای ترامپ درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری رو بررسی کنند. در افغانستان با وجود مخالفت وزارت اطلاعات و فرهنگ، سینماگران، هنرمندان و شماری از شهروندان، دولت دیشب ساختمان سینما پارک در کابل رو خراب کرد. سینما پارک یکی از سینماهای قدیمی افغانستان بود و تخریب اون واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. شهرداری کابل گفته ساختمان این سینما دوباره با معیارهای جدید به عنوان یک مکان فرهنگی ساخته میشه. تخریب یکی از نمادهای فرهنگی کابل. سینمای پارک برای بسیاری یادآوری روزهای خوش افغانستان است. اما دیشب کابلیان جای سینما با تماشای فرو ریختن دیوارهای خاطراتشان نشستند و ساختمانی که بیش از نیم قرن تجلیگاه هنر بود یک شبه فرو ریخت. نه درخواست رسمی جلوی تخریب این ساختمان را گرفت و نه گریه و تضرع سینماگران. چه ها در این سینما آمده همی را بجل تخریبش کردن، خلاص دیگه ما سینما هم نداریم. ما سینماگرا فقط یک سینمای آریانا مانده، او را بند کنه دیگه. به نام سینما در افغانستان دیگه وجود نداره. این جای تاسف است، بسیار جای تاسف است. این که چرا ایتو شده من نمیفهمم. معاون صاحب اول میفهمن که چی تصمیم دارن، خودشان میفهمن، نقشه خودشان است. ولیکن ما قلبا جگرخون هستیم، متاثر هستیم. شهروندان ناراضی هم کم نیستند. ما به این امید بودیم که فرهنگ قدیم ها دوباره بازسازی شود. در ویران کردنش ما
راضی نیستیم. کشور ما به سینما کس اهمیت نمیده و هیچ وقت ما کدام از وقتی که ما زندگی کردیم در کابل کدام روز نشده که سینما رفته باشم یا کدام فیلم خوبش دیده باشم. اینجا با برخی حتی مفهوم فراتر از یک سینما را داشت. مثل هیله نجیب، دختر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان که در توییت نوشته پدر و مادرش بار اول در این سینما با هم آشنا شدند. سر و صدای تخریب سینمای پارک در چند روز گذشته واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته. سید مخدوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، فرهاد دریا آوازخان مشهور و ده ها چهره هنری و فرهنگی به تخریب این سینما اعتراض کردند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری که در کنار شهرداری کابل در رأس این کار است گفت سینما را نه متروکه معتادین را ویران می کند. او حالا خواهان نظر فرهنگیان شده تا با طرح بدیل جای خالی سینمای پارک را پر کند. سینمای پارک دهه های 1960 و 1970 میلادی از پاتوق‌های جوانان بود و در کنار سینماهای باختر، آریانا و پامیر، محصولات هنری هند، آمریکا، شوروی پیشین و گاهی هم از افغانستان را نمایش می‌داد. هرچند در دوران مجاهدین کار سینماها کم شد اما متوقف نه. با آمدن طالبان دروازه سینماهای افغانستان بسته شد. پس از طالبان هم توجه چندانی به سینما در افغانستان نشد و به نظر از چشم مردم افتاده. چند سینمایی که فعالیت دارند هم اغلب سالن‌هایشان خالی است. باید یک دلیل جنگ باشد که با ایجاد خلای فرهنگی رابطه مردم را با سینما قطع کرده. روینه رهنوش، بی بی سی، کابل. چند خبر کوتاه. واتیکان امروز گزارشی از آزارهای جنسی تئودور مک‌کریک رو منتشر میکنه. آقای مک‌کریک کاردینال کلیسای کاتولیک بود که سال گذشته از سوی پاپ فرانسیس اخراج شد. تحقیقات واتیکان که در این گزارش منعکس شده نشان داده آقای مک‌کریک به مدت 3 دهه مرتکب آزارهای جنسی شده. مک‌کریک از اسقف اعظم واشنگتن در آمریکا بود و بعد در سال 2001 به درجه کاردینالی رسید. در اسپانیا محاکمه 3 نفر به اتهام کمک به عاملان حمله 3 سال پیش در بارسلون آغاز شده. 2 نفر از این افراد متهم به عضویت در هسته ای از گروه داعش هستند که این حمله ها را طراحی و اجرا کرده بودند. نفر سوم هم به همکاری با این گروه متهم شده. در جریان حملات بارسلون 16 نفر کشته و 140 نفر زخمی شدند و مهاجمان هم به دست پلیس از پا در آمدند. شبه نظامیان اسلامگرا در روستایی در شمال موزامبیک بیش از 50 نفر را سر بریدند. رسانه های دولتی موزامبیک گفتند مهاجمان اجساد بی سر و تک تک شده قربانیان را در زمین فوتبال این روستا رها کردند. چند نفر هم در روستای دیگری نزدیک این محل سر بریده شدند. این حمله در منطقه‌ای رخ داده که منابع گازی زیادی دارد و جمعیتش اکثرا مسلمان هستند. از امروز در مرکز تمام استان‌های ایران اصناف و کسب و کارهای غیر ضروری از ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل میشن. این تعطیلی شامل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی نمیشه. این تازه‌ترین تلاش دولت برای مهار ویروس کرونا است که حالا شمار روزانه قربانیانش بر اساس منابع رسمی در ایران به بیش از 450 نفر رسیده. سیاوش اردلان گزارش میده. هم تصویرها هم هشدارها هر روز ترسناک‌تر می‌شوند. بعضی از کارشناسان ایران می‌گویند تنها راه مهار کرونا حکومت نظامی است. اما اینجا از حکومت نظامی خبری نیست. اما قرار شده از امروز اصناف و کسب و کارهای غیر ضروری از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد تعطیل کنند. فقط مشاغل ضروری مثل مراکز درمانی و فروشگاه‌های مواد غذایی می‌توانند بعد از 6 بعد از ظهر باز بمانند. آیا اینها برای مهار کرونا کافی است یا صرفاً به مسابقه خریدن وقت بیشتر است؟ متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 عزیز هموطنمون رو در اثر ابتلا به بیماری قطعی کووید 19 از دست دادیم که برای تا قبل از کرونا اولین عامل مرگ و میر ایرانیان
بیماری‌های قلبی بود، با روزی نزدیک به 400 قربانی. حالا کرونا از این آمار هم جلو زده. اگر حرف مسئولان درست باشد که تعداد واقعی کشته ها 2 تا 3 برابر بیشتر از آمار رسمی است، معنی آن این است کرونا حالا به اندازه تمام عوامل مرگ و میر در ایران هر روز قربانی می‌گیرد. مثل خیلی از نقاط جهان، هم مردم هم دولت در این شرایط مقصرند. چند نکته هم حائز اهمیت. امروز علی ربیعی سخنگوی دولت گفت مسبب نیمی از موارد ابتلا دورهمی‌های خانوادگی است. دورهمی‌های خانوادگی بیشترین علت بوده. گزارشی بود که در اسپانیا 31%، ولی در ایران این امر مطالعه نشده. پیش بینی میشه بالای 50% از گرفتاری‌ها ناشی از دورهمی‌های خانوادگی باشه. اما تا آنجا که به نقش دولت مربوط می‌شود، این صحبت‌های علی ربیعی در فروردین ماه امسال بود، زمانی که حرف از رساندن موارد مرگ و میر به صفر صحبت می‌کرد. این چیزیه که ما می‌تونیم در آینده حداقل به طور خطرش بگیم که کرونا با مرگ کمتر یا به امید خدا بدون مرگ یا با مرگ کمتر و بدون مرگ نمی‌تونیم مثل صفر ریاضی پیرامونش صحبت کنیم. ولی خب از آن زمان همه چیز عوض شده. بدتر شده. و آن گونه که بعضی از کارشناسان ایران هشدار دادند، اگر کرونا مهار نشود، یک قتل عام بزرگ در راه است. سیاوش اردلان، بی بی سی. محمود یاوری است، مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، در 81 سالگی درگذشت. آقای یاوری که خیلی زود از بازیگری حرفه‌ای به مربیگری روی آورد، سالهای زیادی رو در فوتبال ایران هم مربی تیم‌های پایه بود و هم مربی تیم‌های لیگ، سپاهان اصفهان، برق شیراز، تراکتور ابو مسلم و پاس تهران از جمله تیم‌هایی هستند که آقای یاوری مربی اونها بود. محمود یاوری در نیروی انتظامی هم درجه سرهنگی داشت. در تلاش بودیم که مصاحبه‌ای هم در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. مطلبی رو در همین مورد میتونید در وبسایت ما با آدرس bbcpersian.com بخونید. تازه‌ترین‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید. اما مطلبی با در مورد آقای یاوری در وبسایت ما هست که اونجا میتونید جزئیات بیشتر این خبر رو هم اونجا دریافت کنید. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.